هدف از کودتا ملت ترکیه، دولت ترکیه، حکومت ترکیه، بالاخره پارلمان و دموکراسی ترکیه بودند. مردم آگاه و وطن دوست ترکیه درک می کردند که اگر این کودتا موفق شود، ترکیه را حداقل 100 سال به عقب برمی گردند. و اگر واضح تر بگوییم، یعنی اگر این کودتا موفق می شد، امروز ترکیه از سوریه هم بدتر می شد. شما اطلاع دارین که مردم افغانستان و مردم ترکیه دو ملت برادر، دوست و دو ملت است که میتونیم بگوییم که در حقیقت دو جسم و یک جان هستند. امی تشبیه را اگر من اشتباه نکنم، امی تشبیه بسیار بجا است. به او خاطر روزای غم و خوشی هر دو ملت برای یکی دیگرش معنا داره، مفهوم داره و باید بدانن. ما مردم افغانستان آرزو داریم، از مردم ترکیه توقع داریم که در روز غم ما با ما غمگین و با روزهای خوشی ما با ما خوش باشند. همچنان مردم ترکیه همچنان از ما انتظار دارند که ما در روزهای غمشان هم با ایشان غم شریک باشیم و در روزهای خوششان با آنها روزهای خوش یک جا تجلیل کنیم. یک مضمون در نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد به نام وطن دوستی، و برای اولاد این وطن و همچون وطن ما و وطنهای دیگر یک ضرورت مبرم است که وطن دوستی را برشان ما بر درس بدهیم، بیاموزانیم، تا باشه که در آینده یک جوان یا یک شخصیت وطن دوست بر جامعه تقدیم شود. و اینکه ما چرا در این مورد کودتا برشان چیزهایی میگیم، یک ملت که ما او را برادر خود میگیم، چطور تانستن با یک درایت، با یک حس وطن دوستی و شجاعت خود را، وطن خود را و آینده خود را نجات بده. و این واضح و روشن است که برای جوانای ما یک درس عبرت است، یک درس است که تا در آینده یا بتانن در مقابل همچو حرکات که خداوند شما را از حرکات نجات بده، اگر نیت باشد، اگر تشبس با همچون عمل باشد، جوانای ما بتواند در مقابل از او استادگی کنند.